این یه نتیجه گیریه. فکر نمی کنید الان برای نتیجه گیری زود باشه؟ مثلا بهتر نیست از چیزای ملموستری شروع کنیم؟ ما داشتیم از تاریکی که مثل بختک افتاده روی میهنمون صحبت میکردیم و از نورهایی که اون رو میشکنن و گفتیم که کوه صدا رو پژواک میده و آینه نور رو. ولی این نور از کجا به آینه میتابه؟ از چه جنسیه که کعبه عاشقان آزادی شده؟ پایداری از جنس نور است. به همه تاریکی های جهان جمع شوند، نمیتوانند نوری شم را نابود کنند. درود میفرستم به شیرزنان دلاور مردان شهر شرف اشرف که با پایداریشان جهانی را به ایستادگی وا داشتند. با پایداریشون جهانی را به ایستادگی وا داشتند. پس باید خیلی شهر مهمی باشه که جهان رو به ایستادگی واداشته. میشه گفت مثل قلب بوده که ضربانش خون رو به همه اندام ها میرسونه، یا شاید هم نوک تیز یک پیکان. چون برای ایستادگی هر بهایی که لازم بوده رو پرداختن تا اینکه شعله روشن بمونه و از اون شعله پرتوهای دیگه‌ای نشأت گرفتن و حالا تمام خونه روشن شده. در برابر طوفان می ایستند و خانه را روشن می کنند. سلام علیکم، حسن هستم از تهران. من الان از تلفن عمومی دارم تماس می گیرم از کنار خیابون و من الان شرایطم طوری بود که از سری بعد از خونه می زدم بیرون، چون یه سری مسائل دارم. من نباید از خونه زنگ میزنم، مادم از تلفن عمومی زنگ میزنم که به مشکل نخورم و امیدوارم که بچه های اشرف خداوند به اینا نیرو بده و بهش خسته نباشید میگم. و اینو من چجوری بگم، من زمانی سال 60 در زندان بودم، با بچه های زندگی کردم که میدونم اونا چی هستن و میدونم که نیروهای پیغمبر در تو اشرف هستن، میدونم یارای امام حسین در اشرف هستن. به همه شو خسته نباشید میگم و از این که قطع میکنم و سریع خداحافظی میکنم، چون تو مشکل خداحافظ شما. برای روشن نگه داشتن این نور هر کسی میدونه که مایه‌ای رو باید بذاره که اشرفی ها در این سالیان گذاشتند. این قدم اول. با تمام جان و مال خودم و خانوادم از اشرف حمایت میکنیم تا آخرین نفس و تا جان در بدن داریم. از حمایت دست بر نمیداریم، نه از زندان میترسیم، نه از مرگ، نه از شکنجه. همه دوستان رو هم حمایت میکنیم با خونمون، حتی اگه شده باشه جونمون رو میدیم ما در این را. و چیزی بالاتر از این نیستش که برای مردم ایران و برای آزادی. تنها چیزی که میتونم بگم بگویم اشرف، اشرف شهر شرف، اشرف، اشرف شهر شرف. با تمام جانمان از اشرف حمایت خواهیم کرد. تا اشرف هست و پایداری میکنند ما ایستاده ایم و ما پابقای آنها تا آخرین قطره خونمان در ایران مبارزه میکنیم و همچنان تماس میگیریم تا چشم آخوندهای خونخوار صفت در آید. حاضر، 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 ما تو صحنه هستیم تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه، تا روز پیروزی. تمامی این تک‌تک‌های تلفن‌ها رو میشه گفت در حقیقت اعلام موعظه برای ورود عملی به اشرف و کار در اشرف و در کنار اشرفیان بودن و اشرفیان آموختن.